به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شاگردای عزیز و دوست داشتنی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه لباس عافیت به تن داشته باشه. خب ناظرین، ما شما امروز نیز یک درس جدید با هم یک جا میخوانیم و از شما میخوایم که مثل همیشه کتابک های دری صنف دومتانه با خود داشته باشین. کتاب دری را که ما شما میخوانیم منظورش همی است که ما شما از اون خواندن و نوشتن یاد بگیریم، یعنی بلد شویم که چگونه یک کلمه را باید بنویسیم، یعنی یک کلمه از کدام حرفا تشکیل میشه. من مطمئن هستم که دستم شما اول شما تمام حرفا را با ای که از اونا چی حرفا را یک جا ساخته و چی کلمه میشه بلد شدین. دستم فدو نیز ما این روند ادامه میدیم تا که خواندن شما بهتر شود و شما نازنینا و می خواهیم که در پهلوی کتابای مکتبتان 100% کتابکای قصه که دوست دارین و کوتاه است بخوانین، تا که هم شما به مطالعه کردن عادت کنین و هم خواندنتان بهتر تر شود و در پهلوی کتاب مکتب هر کتاب دیگه که به شما داده شود از روش خوانده بتانین. خب نازنینا، امروز بیایی که حد سوزنین درس ما شما چی خواد باشه. شما درخت را که در روی تخته میبینین نمادی از یک فصل است که ما به شما آوردیم. فکر کنید که این فصل کدام فصل خواهد باشه که ما شما امروز میخوانیم. خب دوستکای ناز، ببینین این درخت ما برگای سبز داره و همچنان در پهلوی برگایش میوه کده و میوهش تقریبا به پختگی رسیده، یعنی سیبای سرخ کاملا پخته شده. پس ما شما میفهمیم که این فصل فصل تابستان است که میوه ها پخته می شود، بخوردن آماده می باشد. پس فصل تابستان است. امروز درسی که ما شما می خوانیم فصل تابستان است. در فصل تابستان هوا رو به گرمی می ره و ما شما در درس قبلی خوانده بودیم که قبل از فصل تابستان کدام فصل است؟ فصل بهار است که اولین فصل سال ما شما است و در این فصل ما شما چی می کنیم؟ مکتب می ریم، یعنی در بهار ما اول مکتب رفتن شروع میکنیم در دوم ماه حمل. خب و ما شما همچنان خوانده بودیم که هر فصل دارای سه ماه است، مثل فصل بهار همچنان فصل تابستان ما شما نیز دارای سه ماه است. پس اولین فصل تابستان ما شما چیست؟ سرطان است. یعنی تابستان فصل اولش سرطان است که هوا تقریبا گرم می شود. بعد از سرطان ماه دومش اسد است. در اسد ما شما اکثرا از مکاتب رخصت می باشیم چون که هوا گرم می باشه بسیار زیاد و ما از شما می خواهیم که در رخصتی های تابستان شما برای علاوه از اینکه شما میرین و و تفریح شما چی کنیم؟ در پهلوی شمره خود یک کتابه کم بریم و در اوقات بیکاری و کتاب مطالعه کنیم. و ماه آخر فصل تابستان ما شما است سنبله. سنبله ماه آخر تابستان است که بعد از این میریم به فصل خزان و بعد از این سنبله خلاص میشه، هوا نیست، رو به سردی میره. خب نازنینا، بیاین و کتابکایتانه صفحه 27 کتابایتانه باز کنین و با هم یک قسمت از این را میخوانیم و هجا میکنیم. ما شما در صنف دوم اکثرا هجای کلمه ها را کار میکنیم چون در صنف اول ما شما تجزیه کلمه ها را کار کردیم و بلد شدیم. حال میاییم با هم یک جا و هجای کلمه ها را یاد میگیریم. خب ببینید طرف کتابتان در کتابتان نوشته است تابستان. تابستان فصل دوم سال است. تابستان فصل دوم سال است. خب اول اگر ما شما کلمه تابستان با هم هجا و تجزیه کنیم چی گونه خواهد بود؟ اول تابستان نوشته می کنیم ت الف ب سین ت الف نون تابستان تابستان. خب اگر اینا ما شما تجزیه کنیم ت نیمه الف پوره، ما شما میفهمیم که الف یکی از حرفای است که همیشه به شکل پوره نوشته میشه. ب نیمه، بعد از اون سین نیمه، بعدن ت نیمه و الف پوره.
تونل فرفای است که به شکل پونه داشته میشه، اما نون آخر را که شما میبینید به شکل پونه داشته شده. چرا؟ به خاطر از اینکه ما شما میفهمیم هر حرف که در آخر یک کلمه بیاید اگر به شکل نیمه نیز وجود داشته باشه ما اون را به شکل پونه داشته میکنیم. خب تابستان، ت الف ب سین ت الف نون، تابستان. خب این شد تجزیه کلمه. اگر ما شما این رو بیاییم هجا کنیم چه قسم هجا میکنیم؟ ما شما گفته بودیم که میتونیم توسط شماردن انگشته خود هجا کنیم. مثلا تابستان، تابستان، تابستان. پس تابستان داره چند هجا؟ سه هجاست، تابستان. خب اینه چی گونه نشان میدیم؟ تا یعنی تی الف، تا یک هجا میشه، توسط مارکر دیگر رنگ میره به شما جدا میکنم، تا بس، بس. پس چی است؟ بی و سین است، بس، تا بس، تا بس، تان، تان، تی نون، تی الف نون، تان، تا بس، تان، تا بس، تان. تا بس تان داره چند هجاز؟ داره سه هجا. تابستان، توسط اگر ما شما توسط انگشتای خودم بشماریم تابستان، پس چند هجا میشه؟ سه هجا میشه. در کتاب دارم گفته که تابستان فصل دوم سال است، فصل اول سال بهار است، فصل دوم سال تابستان است. در این فصل هوا بسیار گرم می باشد. ما شما می فهمیم یکی از علت از این که هوا گرم میشه چی است؟ که میوه ها پخته میشه. خب یک کلمه دیگر اگر ما شما اینجا هجا کنیم بسیار است. بسیار از کدام حرفا تشکیل شده؟ ب، سین یا الف، ر. بسیار صحیح نیست اینا؟ بسیار. ب، ب، سین یا الف، ر. بسیار. خب این اگر ما شما تجزیه کنیم، ب نیمه، سین نیمه، یای نیمه، الف پوره. چون الف یک از حرفایی است که همیشه به شکل پوره نوشته میشه و ری پوره. ری هم از حرفایی است که به شکل پوره نوشته میشه و اینه دستان فول ما شما بلد شدیم. بی، سین یا الف، بسیار. بسیار چند هجا داره؟ بسیار، بسیار. چند هجا داره؟ دو هجا داره. اگه اینه باز ما هجا کنیم، بی و سین، کلانتر بطن می نویسیم، بی و سین یک هجا میشه و یا الف و ر دیگه هجا میشه. بسیار خب، بسیار. بی و سین یک هجا میشه و یا و الف و ر دیگه هجا میشه. بسیار. در این فصل هوا بسیار گرم می باشد. در تابستان میوه ها، غله ها و سبزی ها پخته می شوند. ما شما می فهمیم که هوا به می خاطر گرم میشه چون میوه ها، غله ها و سبزی ها پخته می شوند. خب در اینجا اگر میوه ها را ما شما چی کنیم؟ تجزیه کنیم. می رو برتان پاک می کنم، در بالایش دیگه هجایش کار می کنیم. خب چی است؟ میوه، میوه. ما شما میوه را چی میکنیم؟ هجا میکنیم و تجزیه میکنیم. میم یا واو، ه و ها، میوه ها. در تابستان میوه ها. خب میوه از کدام حرف ها تشکیل شده؟ از میم نیمه، یای نیمه، واو پوره. واو پوره. چرا واو پوره است؟ بخاطر که واو نیز یکی از حرفای است که همیشه به شکل پوره نوشته میشه. هی، هی دو چشمه و الف، میوه ها. میم یا واو، هی، هی دو چشمه، الف، میوه ها، میوه ها. خب میوه، میوه چند هجاست؟ میوه، میوه، میوه. خب میوه یک هجاست. ها خو جمع است که متوسط ها جمع که مثلا کتاب ها، قلم ها، بکس ها، میز ها، میوه ها، میوه ها و یا غله ها، سبزی ها.
تمام چیزهایی است که متوسطش جمع میکنیم و ما و شما اکثرا اسمهای عام جمع میکنیم. کی را بعدا شما در صنفهای بالا خواد خواندین. خب پخته را اگر کار کنیم، پخته پی خی تی ه، پخته پی خی تی، پخته پخته. خب پخته از کدام حرفا تشکیل شده؟ از پی نیمه، خی نیمه، تی نیمه و ه گرده. پخته پی خی تی ه، پخته 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 میشوند. میشوند اگر ما شما کار کنیم میم یا شین واو نون دال میشوند. خب میم نیمه است، تجزیش میکنیم، میم نیمه، شین نیمه، واو پوره. واو یکی از حرفای است که به شکل پوره نشته میشه، نون نیمه، دال پوره میشوند. دال هم از حرفای است که به شکل پوره نشته میشه. میم یا، خب یا یک یا اینجا نشته میکنیم، میم یا اینجا به شکل پوره آمده. چرا نازنینا؟ به خاطر از اینکه جدا نشته شده. میم بعد از میم یای که آمده چون که شین وصل نشده به شکل جدا نشتش کردیم. میم یای پوره چون که جدا نشته شده، شین نیمه، واو پوره، نون نیمه و دال پوره. دال هم از حرفای است که به شکل پوره نشته میشه. میشه وند. میشه وند چند هجا داره؟ میم و یا، می یک هجا میشه، ش شین دیگه هجا میشه، وند دیگه هجا میشه، میشه وند. پس چند هجا شد؟ سه. میشه وند. خب ایره من توسط یک رنگ دیگه برتان جدا میکنم، میشه وند، میشه وند. اینا بالایش که بود داره یک هجا بود. خب نازنینا یک بار دیگه ای درس ما و شما میخوانم و از پشت ما حتما تکرارش کنین. تابستان، تابستان فصل دوم سال است. تابستان فصل دوم سال است. در این فصل هوا بسیار گرم می باشد. در این فصل هوا بسیار گرم می باشد. در تابستان میوه ها، غله ها و سبزی ها پخته می شوند. پخته می شوند. خب نازنینا درس امروز شما همین قدر بود. تا درس بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم، اما فراموش نکنین که این درس را که امروز شما خواندین 100% در کتابچه‌تان بنویسین. تا درس بعدی خداحافظ.